از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم گر ز مردن کم شدم. جمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما. عبدالرضا طاهری هستم، برادرزاده مرحوم تیمسار دکتر پرویز طاهری. حمید عزیز از من خواست که چند جمله در مورد فرازهای زندگی عموی عزیزم خدمتون عرض بکنم و بعد از اون هم یک قطعه ویدیو کلیپی هستش که خدمتون عرضه میشه. عمو پرویز در 10 اسفند 1312 در یک خانواده اصیل ایرانی در شهر تهران محله گرگان دیده به جهان گشود. ایشون سومین فرزند خانواده بودند، در مجموع دو برادر و دو خواهر داشتند که یک برادر یک خواهر در قید حیات هستند، سرکار خانم مهری طاهری که در ایران هستند و جناب آقای مهندس ایرج طاهری که فکر میکنم در این جمع حضور داشته باشند و ایشون سرور همه ما هستند. خداوند سایهشون رو از سر ما کم نکنه. مادر عمو پرویز که مادر بزرگ من میشه، سرکار خانم فخرالملوک صارمی، فکر میکنم از قدیمی ترین آموزگاران زن در ایران بودن. این موضوع به 110 سال پیش برمیگرده. اون موقع تا نیمی از پسرها مرسه نمی رفتن، چه برسه به دخترها و چه برسه به یک معلم آموزگار زن. ایشون ملقب به مامان جیجی بودن. پدرم پرویز که پدر بزرگ من میشن، آقای حسن طاهری، ملقب به بابا حاج آقا، خیلی انسان باوقاری بودن. من یادم وقتی من 4-5 سالم بود میرفتم، همیشه خیلی با متانت رفتار میکردن. مامان جیجی اهل علم و دانش و تفحص بودن، ادبیات رو خیلی علاقه داشتن و من یادم هر موقع منزل ما می اومدن، من شب قبلش دفترمو همه مرتب میکردم و چیزی که اولین چیزی که سوال میکرد مامان جیجی میگفت عبدالرضا جان دفتراتو ببینم. خیلی برام مهم بود که ایشون منو تایید کنن. به همین علت من فهم میکنم عمو پرویز هم این خصلت رو به ارث برده بودن و اهل دانش و علم و یک شاگرد ممتاز بودن. بعد از تموم کردن دوران ابتدایی به مدرسه دارالفنون میرن که اونجا قدیمی ترین دبیرستان ایران بود و شاگردان خیلی با استعداد اونجا میرفتن. ایشون با نمرات عالی فارغ التحصیل میشن و در اون موقع کسی که استعداد داشت بعد از گرفتن دیپلم 3 آپشن داشت: یا مدرسه تربیت معلم میرفت که آموزگار میشد و یا دانشکده افسری و یا اینکه مدیکال ساینس که میگفتن طب. عمو پرویز به خاطر استعدادی که ایشون داشتن 2 از این 3 رو انتخاب کردن. همزمان دانشکده افسری رفتن و در اونجا به تفحص علم طب پرداختن. خب فهم کنم یه 5-6 سالی طول میکشه. در زمان گریجویشنشون ایشون با سولمیتشون سرکار خانم سهیلا رحیمی، خداوند روح پاکشون رو هم قرار رحمت بکنن، آشنا میشن و در این دوران نامزدی بوده که عمو پرویز به بلژیک میرن برای ادامه تحصیل در رشته پتالوجی. وقتی برمیگردن در نیمه شعبان 1343 سهیلا خانم و عمو پرویز با هم ازدواج میکنن. من این نکته در مورد ازدواج بگم، این واقعا ازدواج مانیومنتال اسطوره‌ای بود، در فامیل معروف بود. چقدر این زن و شوهر با احترام، با کرنش، با عشق و علاقه با هم رفتار میکردن، هیچ کس در فامیل ندید. هیچ وقت صدا رو هم بلند کنن، حرفی بزنن، رفتاری بدی نشون بدن. واقعا این یک سمبول بود در فامیل ما برای بقیه زوجها. عمو جون علاقه زیادی، یعنی واقعا من فکر میکنم عشق آنکاندیشنالی به مادرشون داشتن. همه انسان ها مادرشون دوست دارن ولی بعضی ها تافته جدا بافته هستن. من یک دو مورد از این عشق رو خدمتون میگم. در زمان های قدیم به هر حال زندگی ها سخت بود، همه با آستریتی زندگی میکردن، در مضیقه بودن. خب یک جوانی در این خانواده بزرگ میشه، خرجش رو برای مدت ها میدن. عمو پرویز با خودش عهد میکنه که اولین حقوقی رو که از محل کار بگیره این رو با مادرش نصف میکنه.
شیر میکنه. و نه تنها که اولین رو این کارو میکنه، مدت هایشون این کار رو میکردن. من فهم میکنم به یه نقطه میرسن که مامان جیجی میگه بابا بسه پسرم، تو خود زن بچه داری، به من چرا میدی، من نیازی ندارم. این یک مورد بود. حالا این مورد مادی هست به هر حال، و یک مورد معنویش هم خدمتتون من میگم. وقتی که بابا حاج آقا فوت میکنن، من فهم میکنم 102 یا 3 سال داشتن، من کاملا یادم میاد 5 سالم بود، ما رفتیم مراسم ترحیمشون. خب مامان جیجی دلشکسته میشه، با یک زوجی 50 سال 60 سال زندگی میکنه و خب فقدانش رو خیلی احساس میکنه، خیلی غمش سنگینی میکنه به قلبش. عمو پرویز اصرار میکنه که مامان جیجی بیاد و اصلا با عمو پرویز و سهیلا خانم و بچه‌ها زندگی بکنن. من یادمه به طور دائم وقتی میخواستیم بعد از فوت بابا حاج آقا بریم ما بزرگو ببینیم، میرفتیم خونه عمو پرویز که در نیاوران بود، خیابان مهمان دوست، و بعد من با حمیدم بازی میکردم، با یه تیر دونشون میزدیم. و بعد من از حمید که سوال کردم، حمید گفت سالها مامان جیجی ما با هم روممیت بودیم. خب اینم خیلی سیمبالیک از چقدر زیباست، دوتا نسل کاملا متفاوت با هم آمیخته میشن و از هم یاد میگیرن. و خب اینم من در مورد سهیلا خانم بگم، واقعا چه زن والایی بودن. میدونی خب موقع عروس و مادر شوهر اصلا این حرفا نبود، با آغوش باز مامان جیجی رو پذیرفتن. عمو پرویز از بدو فارغ التحصیل شدن و مشغول کار شدن در بیمارستان یک ارتش، که موقع میگفتن یک بعد به 501 اسمش تغییر کرد، محلش هم فکر میکنم تخت‌طاووس و خیابان پهلوی بود. من چندین بار، حالا به اتفاق مادرم و پدرم، یکی دو بار به اتفاق خواهرم، رفتیم بیمارستان 501. و خب این بیمارستان ارتشه، همینجوری که تو نمیتونه بره، گاردی هستش، دژمانی هستش، سوال میکنن شما کی هستی، برای چی اومدی، با کی کار داری. ما به بحثی که میگفتیم با جناب دکتر طاهری کار داریم، یعنی رفتارها عوض میشد، انگار ما سلبریتیز هستیم یا رویالتی هستیم. خیلی با احترام دژبان میاد، بفرمایید، خواهش میکنم. این نشون میداد که چقدر عمو پرویز در محل کارشون مورد احترام بودن و چقدر اطرافیان از دربان بیمارستان گرفته حالا تا رئیس بیمارستان به ایشون احترام میذاشتن. من یادم وقتی که حمید برای تحصیل به امریکا میاد، من از حمید یک سال کوچیکترم، ایشون دیپلمشو میگیره، من کلاس 11 بودم. خب از اون بعد من هر موقع عمو پرویز رو میدیدم، عمو پرویز میگفت من تو رو که میبینم یاد حمید میافتم، تو آیزوتوپ حمیدی. خیلی جالب بود، این تو ذهن من هستش. و خب یه علاقه زیادی به من داشتن، البته به بقیه برادرزاده هم به همین صورت. حمید میره ادامه تحصیل میده و در زمان فارغ التحصیلیش بود که خب منم تو ایران رفتم دانشگاه و بعدم جبهه و جنگ. و عمو پرویز میخواستش که فارغ التحصیلی حمید شرکت کنه. خب میره اپلای میکنه برای ویزای، دلیل خیلی قابل موجهی بوده، ویزا میگیره. اما دریغ از این که اصلا اجازه خروج بهش نمیدن. با رئیسش، اون شخصی به هر حال مسئول بوده، صحبت میکنه. اون شخص میگه پرویز جان، جنگ، شما افسر شاغل ارشد ارتش هستی، میخوای بری آمریکا، کشور متخاصم، شیطان بزرگ، از اینجور حرفا، این غیر قانونیه، نمیتونیم ما این کار کنیم. عمو جون عاشق کارشون بودن، ولی عشق به فرزندان بالاتر از این عشق بود. در اون لحظه میگن خب پس من چون شاغلم نمیتونم برم بچه‌مو ببینم، من از فردا میخوام بازنشسته بشم. و این حرف رو به جدیت میزنن و این انقدر تأثیر میذاره، حالا به یه علت که اصلا نمیتونستن عمو پرویز رو از دست بدن چون بیمارستان میخوابیده، و دومی که این رفتار واقعا تأثیر میذاره و اون شخص تصمیم گیرنده بوده، میگه من باشه سعی میکنم. من فکر میکنم عمو پرویز تنها افسر شاغل ارتش در زمان جنگ بود که تونست بیاد امریکا. و خب این واقعا نشون میده که چقدر ایشون علاقه داشتش به فرزندانش، و خیلی بر من این جالب بود. عموجون میان و بعد برمیگردن البته، و من فکر میکنم 1999 بود که به اتفاق سهیلا خانم به طور دائم میان در امریکا و خب یونایتد میشن با فرزندانشون و بسیار زندگی آرامی داشتن. من یک جمله هم در مورد زندگیشون میگم، واقعا عمو پرویز یک انسان به تمام معنا و واقعا آرام. من اگر هموقعم تلفن صحبت میکردم، از صدایشون این پیسفولنس میامد، یعنی احساس آرامش میکردم.
باوقار، منطقی، و این رو تا لحظه آخر هم من فکر میکنم داشتن با خودشون. اجازه بدید من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، فقط یک تشبیه میخوام خدمتون عرضه بکنم، شاید شما بتونین باش کانکت کنین. ببینید وقتی یک انسان، یک نوزاد متولد میشه، همه اطرافیان جشن میگیرن، شادن، مسرورن، یک عضو جدیدی به یک خانواده ای وارد میشه به غیر از اون نوزاد. شاید اینجور میشه تشبیه کرد که اون نوزاد از دنیای روحانی اومده و دنیای وارد میشه دنیای متریال هستش، همه لذتهاش لحظه‌ای هن، همه دردهاش به یاد ماندنی هن، چقدر مصائبی داره، این برای این داره گریه میکنه. و وقتی که این شخص از دنیا میره، همه اطرافیان دارن گریه میکنن، همه اندوه مندن، و خب بیشتر هم ما برای خودمون ناراحت هستیم چون فقدان اون شخص رو احساس میکنیم، اما روح اون شخص شاده چون احساس میکنه که به زندگی روحانیش دوباره میتونه ادامه بده. من فکر میکنم ما در این طول عمر، حالا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، تنها کاری که میتونیم بکنیم این که توشه راهمون رو برای زندگی بعدی فراهم کنیم، و این توشه همون رفتار ما هست. چند تا دل رو از شکستن باز داریم، چند تا لبخند به لب بیاریم، چند نفر رو کمک کنیم به آرزوهاشون برسن، و این تنها کاری هست که ما میتونیم بکنیم. و من فکر میکنم عمو پرویز عزیز به خاطر والا بودن و رفتار فوق‌العاده انسانی که داشتن، به اندازه کافی توشه راهشون رو اندوختن. چه قلب‌هایی رو از شکستن با داشتن، چه قلب‌هایی رو مملو از سرور کردن، چه لبخندهایی به لبها آوردن، چه انسانهایی رو با آرزوهاشون رسوندن. و من فهم میکنم هر جا که ایشون هستن الان مسرور هستند. عمو جون روح شما شاد باشه، دیر یا زود ما همگی به سوی شما میایم. خیلی ممنون هستم از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتین، و مرسی حمید جان که به من این فرصت رو هم دادی. امیدوارم همه شما شاد و سربلند و تندرست باشین. ممنونم. سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.
حافظه ای هم نشینه همیشه. خدا حافظه ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته. تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دل. اگر شب نشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزم، به دل می سپارم تو را تا نمیرم. اگر چشمه ی واج از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرم، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.